اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهمت ای دوریتا. بد خدا همه رکت دست ها را شستند، در جان ها را با تیر و تناب در نهانگه سفتند. یکی از صفحه آیات و حدیث جمله پیدا کرد: هر که با جانان نیست، هر که قلبش پر از عشق به آقا جان نیست، مفسد و ملحد حربی ز صف کفار است. امت در صحنه طالب سرزدنش بردار است. ما نشانی ز خداوند کریم، قاسم و جباری، گر نبردیم سری همه من بیکاری. تیغ ما دشمن کش، دست ما خونریز است، ذوالفقار است به کف، می برد سر تیز است. جد من در غزوات صد و صد گردن زد، در روایت خواندیم سنگ بر آهن زد. عشق ما اسلام است، روز من بر کام است، شب چو در خانه رویم خون رز در جام است. علیرضا نوری‌زاده پنجشنبه 11 اکتبر 21 مرداد ماه به شما سلام میکنم. من همیشه در شرافت مرحوم آیت الله منتظری وثوق کامل داشتم. آن مرد بزرگ رو بارها دیده بودم، با عقیده ولایت فقیهش به شدت مخالف بودم. حداقل آقازاده ایشون آقا سعید شاهدن، در یک مورد خدمت ایشون نامه‌ای نوشتم و اعتراض کردم. اما این مرد بزرگوار وقتی خاطراتشون بیرون اومد، شبانه به دست من رسید و من ترجمه کردم و در اشرق الاوسط در 14 حلقه مهمترین مطالب رو گفتم که قوقایی کرد. این مرد بزرگوار برای من پیام تشکری فرستاد و از اینکه صدای زخمی و در بند ایشون رو به گوش عالمیان رسوندم سپاسگزاری کرد. این مرد بزرگ وارسته در دو قدمی خلافت، سلطنت بالاتر از سلطنت، نتونست سرپوش بر ندای وجدانش بگذاره. اون نامه ها رو نوشت، به دست خود زمینه موفقیت توطئه‌ای که برای برکناری او تدارک دیده شده بود خودش ریخت. براش مهم نبود مقام ولایت، اون بالا نشست براش ارزشی نداشت. شب خوابش نمی برد، نماز نمی تونست بخونه، گریه می کرد دائم. خانواده این جوانایی که گر رو گر اعدام می شدن سراغش می مدن. حرفهایی که آقای منتظری در کتابش خاطراتش آورده، نامش، برنامه، همه رو می دونست. احمد آقا که در این توطئه نقش اساسی داشت، اون آخری ها به گریه افتاده بود و به در بقالی نزدیک منزل ایشون میرفت، اشک میریخت و میگفت به آقازاده آقا، به آقا سلام منو برسونین، من حلالیت میطلبم. و احمد آقا اقرار کرد که چونی بود. زنده یاد صادق طباطبایی، برادر همسر آقای احمد خمینی، مرحوم احمد خمینی، یکی دو نوبت که خیلی ساعت‌ها نشستیم با هم حرف زدیم، به این موضوع اشاره میکرد که احمد بعد از درگذشت آیت الله خمینی تازه فهمید در چه جریانی شرکت داشته و روز و شب اشک میریخت. بیماری شدت گرفت و
به خاطر اینکه وجدانش گریبانش رو گرفته بود و نمیتونست بگه وای من چه کردم. آقای منتظری چندین نوبت این جانورانی رو که در این ماجرای اعدام‌ها دست داشتن احضار کرد، اختار کرد بهشون. به هر حال و قائم مقام ولی فقیه بود، نماینده داشت در دانشگاه، در زندان. یه بار که هیئتی رو به زندان فرستاد، گزارشش که براش اومد تکون خورد و نامه نوشت به آقای خمینی. پاسخی هم که میدادن آقای خمینی نبود، آقای خمینی 4 ماه بود تو کما بود، احمد آقا مینوشت. خطا هم خیلی شبیه به هم. به هر حال آقای منتظری در یه جلسه، همین جنایتکار رئیسی که الان در مشهد تولیت امام رضاست، شرم‌آوره بازم میگه، این آقا مصطفی پور محمدی جنایتکار که امروز وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، یعنی دهنکجی، من به آقای روحانی اون عمامه رو میزد زمین از ریاست جمهوری میگذشت اگر بهش تحمیل میکردن پور محمدی رو، مگر اینکه خودش خواسته دست داشته تو این کار، چون هیچ هر گناهی هم کرده ممکنه که ببخشنش، اینو نمیبخشن. این یعنی دهنکجی به هزاران هزار خانواده که بچه هاشون این جنایتکار کشت. اشراقی، آقایی که قاضی دیوان عالی کشور شد، و در کنار اینا خب آقای رازینی بود، خوینی ها بود، آیت الله العظمى یوسف ثانی، آیت الله اصلاح طلبان بود، اینا همه توی ماجرا دست داشتن، همشون بودن، همشون آلودن. نقل قول های ازشون خواهم کرد تا بدونید همشون آلوده بودن. آقای منتظری یک روز همه اینها رو فراخواند، اومدن به منزلش. فرزندان با شرف منتظری واقعا اولاد حلال زاده این پدر میشن، سعید و احمد. محمد هم که کشته شد. این فرزندان با شرف حالا که میبینن به سبک خرداد 67 دارن آدمای بیگناه رو به دار میکشن، دارن بچه های کردستان رو به خاطر کینه از اهل سنت به دار میده. در واقع آقای منتظری رابطش با اهل سنت اینقدر خوب بود که اینا میگفتن این سنی شده، وهابیه، چون وقتی در سقز و در شهرهای کردستان تبعید بود سنی ها باهاش خیلی رابطه نزدیکی داشتن و به همین دلیل خیلی رعایت میکرد. احمد آقا که حالا میبینه که چطور بچه های ایران دارن میکشن بیگناه، چطور آدمایی که 6 سال تو زندان بودن حکم داشتن، چطور شهرام امیری که 10 سال زندانی گرفته و 5 سال تبعید میرن شب میکشن بیرون، به خانواده میگن خداحافظی کن داره میره و دار میزنن، حس کرده پیش خودش، اینطور من تصور میکنم، حس کرده پیش خودش یک بار صدای پدرم رو در اون جلسه، پدرمون رو بگذارم مردم بشنون ببینن منتظری که بود واقعا. گفتم من با ولایت فقیه که آقای منتظری مبتکرش بود به شدت از روز اول مخالف بودم و خواهم بود، یک بدعت نامبارک، سلطنت مطلقه ممدلی شاهی است، بدتر از اون تازه شاه عباسی، از اونم بدتر، چون شاه عباس دیگه ادعا نمیکرد به آسمون وصله، معصوم هم نمیگفت، هست شرابش هم میخورد و تو کلیسای ارامنه میرفت ماروزون شراب میخورد. اما این نوار منتشر شد، 24 ساعت هم مجبور کردم ورش دارم، اما همه شنیدن، شما هم شنیدید. دیروز در ایران فردا مفصل بهش پرداخته شد، در خبر، در صفحه 1، در همه جا، و چقدر خوب ماشاءالله عباس‌زاده بهش پرداخت. من حالا یه تیکه کوتاهی از این رو میخوام براتون پخش کنم و بعد راجع به آدم ها صحبت کنم. در این جلسه آقای منتظری معترض میگه شما به چه حقی این بچه ها رو میکشین؟
مصطفی پور محمدی بلند میشه میگه آقا ما بهشون گفتیم اگه توبه کنن همه دروغ. شرح و اصلانی برای ما داده که زمان سوال و جواب چقدر بود و چه جوری بود، گفته برای ما. بعد میگه چرا زنا رو اعدام میکنید؟ میگه نه ما بهشون گفتیم بیان یه کلمه بگه، حالا اگه مجاهدین هم نمیخواد با ما هم دشمنی بگیم فقط این کار مجاهدین رو تایید نمیکنید. دروغ میگن، دروغ میگن. به بچه میگن، به زندانی میگن تو اگه میخوای ثابت کنی رومین میری؟ میگه آقا مگه همه شما رومین میری؟ میگه سر موضعش اعدام. اصلانی خیلی قشنگ یارو تشریح کرد اینجا، اومد گفت برای ما. گوش بدیم با آقای منتظری، صدای وجدان بیدار آدمای با شرافت در یک قدمی قدرت خانوم. اگه به وصالش برسی همه این ارازل اوباش جلو پا دلا میشن، کفشتو میبوسن، بارگاه جبروتی خواهی داشت، 4800 نفر تو دفترت کار خواهند کرد، 12000 نفر عضو پیوسته داری، همه رو میذاری کنار، همه رو. گوش بدیم به حرفاش. من اون که برام مهمه آبروی اسلام، انقلاب و آینده کشور، آینده شخص آقای خمینی و اون که تاریخ چجور قضاوت میکنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. این بیرون در حسن و این حالا یا استادگی شما استفاده کردید و متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اجرا مخالفش وقت میاد تو نماز جمعه اونجا شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این وسعت مصلحت نیست در از داره میشه اعدام، آیا حالا استعدادم، آیا حالا تو مثلا حالا استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم؟ ایش تو آقا زمان میکنیم. این هم بدبختی ماست که در دستگاه دادم ما در رأسش هم که شخص خراب درسته بیرو دروازی و شخص احمد آقا پسر آقا خمینی هم از 3-4 سال قبل میکنم مجاهد از روزنومه خونشو، از مدرد خونشو، از اعلامی خونش همه باید اعدام شد. نشتم یک، من بیش از همه شما از منافقین وعده خوردم چه در زندان و چه در خارج زندان. فرزند من مرا آنون به شهادت رسوند. اگر بنابر انتقام جویی باشد من بیشتر باید دنبال کنم، ولی من مصلحت اسلام و انقلاب و کشور و حیثیت ولایت فقیه و حکومت اسلام را در نظر میگیرم. من قضاوت آیندگان و تاریخ را در نظر میگیرم. 10 دفعه داره به حمله ها گفتم والله من بیش از شدرم برای امام نشده. من خب 50 سال یه برای آقای خمینی قضاوت نکنم، میگم آقای خمینی یه چهره خونریز صد بار که پتاکی بود. من نمیخوام در تاریخ این دور باشه چهره ولایت فقیه ما کلید نشون داده لحظه که عباس میشم از اون در اصل تندلی ها و بازداد های میشه این عباس داشت میشه سر اسلام این خب کارا نبود است که درگه برای هم چیزی. درود به روانت، درود به روانت. و آدم یاد میگیره، خیلی مهمه. طرفو میخوان وزیر بکنن، در پروندهش نگاه میکنم میگه آقا شما تیر خلاص نزدی، متاسفانه نمیتونی وزیر بشی. میگه خب بدیم بزنم. منتظری در یک قدمی ولایت مطلق است، سلطان سلاطین، خلیفه اعظم. میگه نه، اون رئیس قوه قضاییه که میگه، رئیس قضا رو که میگه، موسوی اردبیلی است. آقای موسوی اردبیلی الان سالی 20 میلیارد میگیرن، دانشگاه مفید، عین خیالش هم نیست، مرجع اصلاح طلبان هم شده. دیروز آقای حسن عتقی به خدمت حضرت آیت الله موسوی اردبیلی و حضرت آیت الله العظمى صانعی شرفیاب شدن و آقایان هشدار دادن که نباید به مردم ظلم کرد، مفسده های اجتماعی رو برچینن. خودشون اول مفسدن.
آقای خمینی ادعاشون این بود، در خیلی جا هم میگفتن، بله آقا در هر جای دنیا انقلاب شد هزاران نفر رو کشتن. کجا؟ در کوبا هزاران نفر رو کشتن؟ فقط سرمشق شما انقلاب شوروی بود. انقلاب شوروی بود که اونجور آدم کشت، تو فرانسه هم یه مقداری گیوتین زدن. شما 2000 اندی افسر و دولت مرد زمان شاه که بیگناه بودن اغلبشون شما کشتید، خونریزی نکردید. شما قصابتون خلخالی را افتاد استان به استان. تو کردستان چه کرد؟ تو خوزستان چه کرد؟ شمس تبریزی رو یا آدم های دیگر رو رفت در فارس چه کرد؟ در بلوچستان، در خراسان، در اصفهان، هر جا که رفت این جنایتکار آدم کشت. قیافش رو شما نگاه کنید. افسوس میخورم این درجه داران و افسرانی که با این آدم عکس گرفت. بعد آقای خمینی اداره میکنه که بله ما اینا اومدن مخالفت میکنن، بزنین تو دهانشون، بکشید بکشید. و روزنامه شرق هوشمندانه در چنین روزی میره با علی رازینی صحبت میکنه و این مرد وقیح با وقاحت برمیگرده میگه اعدام کردیم، افتخارم میکنیم، امضامونم زیرش گذاشتیم. شما در کدوم کشوری تو دنیا، حتی در قبایل وحشی، کجا میبینین کسی به آدم کشی افتخار کنه؟ اگرم این کار کرد پنهان میکنه، نمیاد علنی بگه. واقعا وحشتناکه. حالا ببینیم این آقایونی که بعضن آب توبه سرشون ریختن، مثل اون زنانی که در قلعه بودن بعد یکی دل بهشون میبست آب توبه سرشون میریخت و میورد میشون، اغلب هم زنهای خوبی از کار در میدن، ولی این آب توبه ریختگان نه، اینا اگر حالا از قدرت بیرونن قرقر میکنن. مثلا محتشمی پور حالا بیرونه قرقر میکنه ناله نفنین به رهبر، ولی اگه فردا بهش قدرت بدن، فردا بشه وزیر اطلاعات، جنایتکارتر از قبلی ها خواهد بود. آقای محمدی گیلانی یکی از اینا بود که فرزندان خودش هم قربانی کرد. پیرمرد تا 90 و اندی سالگی توی دیوان عالی کشور نشست. ایشون میفرمایند که شورای عالی قضایی تصمیم گرفته منافقین رو بکشه، گروه کار. قاضی نظر میده یکی از مجتهدین دینی که شرایط اجتهاد در آنهاست به رویت میرساند، هوادار و سمپات ملغاست. آنچه معیار و میزان در محاکمه دادگاه شرع است عبارت از عملی که این فرد به منصه ظهور رسانده. عمل ملاک نقادی است. بهایی، گروه جاسوس، فرقه جاسوس که برای سازمانهای استعماری جاسوسی میکنند، فرقه زاله بهایی، الله اکبر، آنهایی که برای دادگاه مغرض شده جاسوس اسرائیل هستند. بر حاکم شهر واجب است به حکم قرآن این محاربین به سزای عمل خود برسند. میخوام بگم ابعاد جنایت در جمهوری ولایت فقیه تا کجاست. یک بهایی چون بهاییه میگه واجب القتل، باید کشتش. جاسوس، تمام ارکان جمهوری ولایت فقیه قبل از انقلاب جاسوس بودن همش. نگاه کنید دیگه، از اون لیبرال هاشون گرفته که برای مصر نوکری میکردن تا اونایشون که تو عراق بودن، همین آقای محمد موسوی خوئینیان کتاب فروشی داشت تو بغداد، مرکز توده‌ای بود، با استخبارات عراق کار میکرد، با سفارت شوروی نماینده کی‌جی‌بی کار میکرد. این دکتر ماجد سامرایی که از دیپلمات‌های گذشته بوده برای من شرح داد، گفت اینا همشون با کی‌جی‌بی ارتباط داشتن. جاسوس شماها، جاسوس اونایی بودن. هواپیمای آقای خیابانی و بقیه رو دزدیدن از دبی، باید تحویلش رو بردن عراق. تو فرودگاه با آغوش باز ازشون استقبال شد، تشریف بردن، کمک کردن بهشون، جا دادن، غیره و غیره. حالا بعدن ایشون قهرمان شد چون اون طرفش رجوی بود. اینا جاسوس بودن. خونه مردم رو نشون به صدام میدادن بزن، اینا جاسوس بودن. اما اون بدبختی که توی زندان بود
جاسوسی چی کرده بود؟ کجا محارب بود؟ 6 سال بود تو زندان بود، 5 سال بود تو زندان بود. چجوری شما توجیه میکردین عالمان مسلمان، حافظان بیضه اسلام؟ حضرت آیت الله العظمى یوسف ثانی دادستان بودن در تیر ماه 62 میفرماید نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضد انقلاب سراغ آزادی فرزندانشان را بگیرند و هرگاه سراغ این مسائل رفتیم سراغ قتلگاه حزب برویم. اینها توبه کنندگان نیستند، میآیند بیرون افعی میشوند. زندانی بودن آنها مرضی خدایی است. حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقلاب حرفی بزنیم. اینها خائنین به مملکت هستند، باید مجازات شوند. من به عنوان یک مسئول قوه قضاییه دست آن عزیزانی را میبوسم و کفشهایشان را جفت میکنم که با دستهای پرتوانشان، یعنی همون دستی که من تو شعر گفتم، تیغ میزنه. ضد انقلاب را گرفتن، به دادگاه بردن، مجازات کردن. آفرین بر آنها. نکند ما به دادگاه انقلاب بدبین بشیم. آقای ثانی خجالت نمیکشی؟ الان میای بر مسند آیت الله اصلاح طلب میشینی؟ همه تون یک کرباس سر و ته. بله، اسباب تأسفه. آقای احمد آقا میفرمان که بسم الله تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا نابود کنید. آقای منتظری می نویسه با آقای خمینی، آقای خمینی می دانید که جنایت هایی در زندان های جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوع هست، شبیه آن در رژیم منحوس شام هرگز دیده نشده. آیا می دانید که تعداد زیادی از زندانی ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته می شود؟ آیا می دانید که در زندان شهر مشهد 25 دختر به خاطر آنچه بر آنها رفته بود مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدن؟ وای ننگ بر شما، ننگ بر همتون. آیا می دانید که در برخی از زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می گیرن؟ ننگ بر شما. حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی، مگر قاضی های شما اینها را به 5 یا 10 سال زندان محکوم نکردند؟ مگر شما مسئول نبودید؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا میگویید که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟ شما خودت میرفتی با آنها صحبت میکردی که کسی مثلا مدتی در زندان است و به 5 سال محکوم شده و روحش هم از فعالیت های منافقین خبردار نبوده، چطور ما او را اعدام کنیم؟ این اما آقای منتظری میفرماید ایشون میاد تو نماز جمعه اون حرفا رو میزنه، مخالف بوده، بعد هم میاد سوال میکنه از امام. قربان حضرت امام، اجازه میفهمیم ما اعدام ها رو از استان ها شروع کنیم یا از شهرستان؟ بله، حاکم شرع دادگاه انقلابی خوزستان آقای محمد حسین احمدی با آقای خمینی نامه نوشته، میگوید که در رابطه با حکم اخیر حضرت عالی راجب منافقین، گرچه این جانب کوچکتر از آنم که در این باره صحبتی کنم، نه چرا کوچکتر، ولی نظر میده که بابت وظیفه شرعی و مسئولیت خطیر که در تشخیص موضوع به عهده دارم، سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین تفسیرها و تعلیل گوناگونی دارد. من باب مثال در دسفول تعدادی از زندانیان که خدمت احمد آقا به تفسیر گفتم و از تکرارش خودداری میکنم، حاضر به هر نوع نامه‌ای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ، محمد رضا آشور، با اینکه منافقین را محکوم میکنن ولی حاضر به مصاحبه در رادیو تلویزیون نیستن. نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد شما حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جنگ بروید؟ و اظهار تردید بعضی هم نفی کردن. نماینده اطلاعات گفت اینها سر موزن اعدامشون کنه. واقعا دردناک، تلخه، تلخه. فقط این نکته رو بگم، وقتم ندارم. وقتی آتش بر ابراهیم گلستان میشه خیلی جالبه، یعنی واقعا آدم نگاه میکنه میبینه که جمهوری اسلامی در توطئه هایی که ریخته بود، توطئه بزرگی برای دکتر سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق ریخته بود.
دکتر سلیم از مجلس عراق خواست که ازش سلب مسئولیت بکنه، او و دو نماینده دیگه، و بعد رفت به دادگاه و هیئت نظاهت، بهش براءت دادن و گفتن هیچ جرمی مرتکب نشد. دیروز باهاش صحبت کردم، گفتم آتش بر ابراهیم گلستان شد، یادش بخیر، کتاب ابراهیم گلستان که آقای براهنی بعد اومد نقد نوشت، آتش بر ابراهیم گلستان شد. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. با درود دوباره به همه شما عزیزانم و درودی به فرامرز اصلانی نازنین، همیشه خوب، همیشه مبتکر، حضورتون عرض بکنم وقتی بساط حکومت دینی برپا میشه خیلی طبیعی است با تبلیغات روز و شب یه عده جذبش میشن. نگاه کنیم دوران صفویه، یه عده چنان جذب میشن که تبدیل میشن به زنده خواران. شاه عباس اینا رو توی چاله میکرده، مخالفاش رو مینداخته اون تو که زنده بخورنش، و صدها خانقاه و حسینیه و مسجد همه جا دایر میشه. الان تعداد مساجد تو ایران شاید 50 برابر دوران قبل از انقلابه، اما مساجدی که قاچاق میفروشه، هروئین میفروشه، یخچال میفروشه، قبض جهیزیه میده، از این کارم، اون مسجدی که کسی اگر دلش گرفته بود یه سری بهش میزد، حضرت عبدالعظیمی که اگر دلش گرفته بود یه سری بهش میزد، اینا همه رفت. حالا امامزاده قین و سین و عین و قین و امامزاده نمیدونم گارنیک و بیژن و اینا اومده، یعنی دکون، همش دکون. حسینیه ها از احساس خالی. طبیعتاً یه عده از مردم سر میخورن، همینطور که باز در دوران صفویه هست، بعد به دوران قاجار هم میرسه. پناه این مردم خانقاه، پناه این مردم میشه تصوف، درویشی. اونم باز دو نوع داره، یه نوع کلاشی حقه بازیه که خلاصه عاشق مولا میشینه و تبرزین و کشکول و عبو میندازه بالا و دوغ وحدت میخوره و از این کارهایی که توی هممون هم دیدیم. ولی بعضی هم آدم های مؤمن و معتقد به عرفانن، دین رو از نگاه عرفان میبینن، عرفان خسروانی ایران توش جریان داره. بعد وقتی که نگاه میکنید گنابادی ها برای نمونه آدم هایی هستن متدینن، ولی در این حال خدای قاسم جبار رو باور ندارن، خداشون همیشه رحمان و رحیم. گروه هایی هم پیدا شدن که ظاهر مذهبی شاید نداشته باشن ولی عملا یه سکتن، به هر حال یه عده جوان پیر غیره دور این حلقه ها جمع میشن. بستگی داره به اون قطب، به اون پیر، به اون کسی که محور این قضیه هست چه نگاهی داشته باشه. یک مثلا آقای آیت الله کاظمی بروجردی که ناجوان مردانه و بدون هیچ دلیلی 13-14 سال تو زندانه و انواع و اقسام بیماری ها رو در زندان ولایت گرفته، یا آدمی بود یه عده بهش اعتقاد داشتن، سیدی بود و مجلس روزه داشت و دعا و غیره و غیره، یه عده میرفتن اونجوری خودشونو خالی میکردن، ذکر میگرفتن و با او بودن. یه عده نه، اون نگاه مذهبی رو ندارن، یه جنبه های انسانی دارن نگاه، بعد در این حال سعی میکنن از این قدرتی که خداوند به اونا داده، از این قدرت معنوی که برخوردارن استفاده بکنن برای اینکه مردم رو آرام بکنن، روحیه های گرفته افسرده در کشوری که مردم میان دار میزنن با جراسقال و مردم جنازه اینا رو میبینن، چه انتظاری میشه از مردم داشت؟ به هر حال دنبال سرپناه هستن، دنبال این هستن که یه جوری روحشون رو آرام بکنه. باز تو اینا هم کلاش زیاد، از جمله آقای اومده بود اینجا، دکترم بود و خیلی هم آدم معروفی،
فوت میکرد، دستا رو میگرفت، میگفت والا الان مرضت خوب میشه، دست داغ میشه. بعد گندکاری ها اینجا کرد، فرار کرد، اصلا اسپانیا رفت کجا رفت نمیدونم. معلوم شد تو ایران هم از این کارا میکرد. یه آقای دیگه هست تو ایران که میره تو بیابون وامیسته، از پشت تلویزیون میگه من شفا میدم، تو بیابون مردم میریزه. از این کلاشی ها هم تو جریان هست. تو این وسط یه آقایی به نام آقای دکتر طاهری، این اومد و ابتدا خیلی بی سر و صدا، یه عده دورش بودن و حلقه عرفان و یه عرفان حلقه و دیدم بعضی از سخنرانیاش، کتاباش هم خوندم. تلاش میکرد به گفتار خودش مبنای علمی بده و در این حال از خطوط قرمز هم عبور نمیکرد. میبینید کنار پرچم جمهوری اسلامی هم عکس میگرفت. وارد سیاست هم اصلا نمیشد. یک باره اشتهار پیدا کرد. رژیم معمولا از هر حلقه‌ای وحشت زده است. وحشت زده است از کانون نویسندگان. چرا؟ نمیذاره جلسه تشکیل بدن، نمیذاره دوره هم جمع بشن. کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه نگارا، از هر چیز جمعی وحشت داره، میترسه. رژیم گذشته اینقدر عاقل بود، میگه آقا بذار تشکیل بشه، ما آدم خودمون هم میفرستیم توش. اینا آدمای خودشون هم دارن ولی میترسن، اصلا از برپایی یه حلقه میترسن. این آقای طاهری رو چند نوبت گرفتن، بازجویی کردن، بعد دیگه نوبت آخر نگرش داشتن، آزارش دادن تو زندان، خیلی اذیتش کردن. آدمایی هم که دنبالش بودن بهش اعتقاد داشتن، قرص و محکم ایستادن ازش دفاع کردن. من در آمریکا یکیشون رو دیدم، صحبت که از ایشون میکرد اشک میریخت. به یاد صوفی افتادم، در اونجا هم یه همچی عادت و رسمی بود. مرحوم صالح علی شاه نشسته بود، یا فرزندشون مرحوم سلطان حسین، آدم ها میمدن روبروشون میشستن، تمام دردهای درون رو گرفته به صورت عشق میریختن بیرون، سبک میشد تا میشد بود. آقای دکتر طاهری هم پیروانش اینجوری بودن. بعد یک باره اعلام شد که ایشون به مرگ محکوم شده، محکوم به اعدام شد. اینجا دیگر قصه جان یک آدم بود. آدم هایی که کشتن، شما در همین چند روزه ببینید چه حالتی، چه محیطی در ایران ایجاد کرده. از اون ور میگن که 6 تا در ارومیه اعدام شدن، بعد دادستان میاد میگه اعدام نشدن، بعد آقای عبداللهی رو خانوادهش میگن اعدامش کردن. یعنی خونریزی که من در برنامه امروز در قسمت اول با اشاره به مرحوم آیت الله منتظری به این مسائل اشاره کردم، که فکر نکنیم که خوئینی ها دست از سبعیت برداشته، یا آقای صانعی رو رو سر میذارن حلوا حلوا میکنن. ببینیم اینا چی گفتن و چه کردن، که حالا شنیدید که چه بود. اما امروز میخوام با یکی از این اعضای جوان حلقه صحبت کنم، مثلا بدونیم چیه قصه، داستان چی بود. همه ای ما اینجا شنیدیم و خوندیم و اینا، آیا واقعا آقای طاهری ادعای پیغمبری کرده بود؟ اینجور که اینا میگن مرتد شده بود، چی کار میخواست بکنه؟ راهنمایی که به این جوونا، پیرا، مسنا غیره میکرد چی بود؟ دعا میداد، جادو جنبل میکرد، بیمار شفا میداد، چی بود قصه؟ بنابراین اجازه بدین در این قسمت من یه گفتگوی کوتاهی داشته باشم با خانم سائی، که یکی از پیروان و اعضای عرفان حلقه بوده و ناچار شده از کشور خارج بشه. سلام خانم سایی. سلام آقای دکتر. شما برای ما اول خودتون رو معرفی کنین، دانشجو بودین، چی کاره بودین، چجوری رفتین تو این حلقه؟ من سارا سایی هستم. سال 1387 من با عرفان حلقه آشنا شدم از طریق یکی از دوستانم که ایشون دندان پزشک بودن. بعد به خاطر مشکلاتی که داشتم ایشون گفتن که بیا برون دوره رو بگذرون ببین چجوریه. قبل از اونم من خیلی جا رفته بودم، یعنی عرفانای خیلی مختلفی رو تجربه کرده بودم و اونجا دوره رو گذروندم. من شاگرد مستقیم آقای طاهری هم نبودم اون موقع دیگه. سال 86 کلاس آقای طاهری بسته شد، من سال 87 رفتم و با یکی از مستراشون دوره رو گذروندم. دوره چی؟ چه دوره‌ای بود؟ دوره ها خب
کلن 8 ترم هستش، دورای خودشناسیه. اولش هم با بحث درمان شروع میشه، ترم 1ش فرادرمانیه. علت درمانش هم اینه که ما معتقدیم برای که شخص بتونه وارد مراحل کمال بشه، بیماری یکی از عوامل بازدارنده است. با بیماری، با درمان بیماری ترم 1 شروع میشه، بعد دیگه وارد مراحل خودشناسی میشه. این بیماری چجوری دوا میشد؟ دارو بهتون میدادن؟ اورادی رو میخوندین؟ چی بودین؟ درمان ها درمان های کیفی هستش و همین دلیل هیچ تداخل با علم پزشکی نداره و هیچ بحث دارویی در کار نیستش، یعنی هیچ چیز کمیتی در کار نیستش، وردی هم در کار نیست، بحث اتصال هستش و کلن اساس و زیربنای عرفان حلقه اتصال به هوشمندی هستش. یعنی تمام تحولات فردی که صورت میگیره، هر درمانی صورت میگیره، از طریق این اتصال هستش. یه بخش دیگه، یعنی این بخش عملی عرفان حلقه هست، یه بخش نظری هم داره که تو بخش نظری یه سری مسائل داره مطرح میشه. اینا در واقع دریافتای آقای طاهریه و هیچ تداخلی باز روبنای فکری افراد نداره، یعنی اینکه ربطی به دینشون نداره، ما وارد دین کسی نمیشیم. اگه در ایران بحث مذهب مطرح شد، صرفا به خاطر این هست که ایران یک جامعه مذهبیه و هر بحث جدیدی که مطرح میشه، افراد میخوان با زیربنای مذهبیشون اونو تطابق بدن و بسنجن. یعنی الان اگه آقای طاهری بخواد توی جامعه دیگه ای که بیسش علمه شروع کنه و درسهاش رو بده، تطابقا با علم صورت خواهد گرفت. به این دلیل که عرفان یک موضوعیه که نه با مذهب تضاد داره، نه با علم تضاد داره، نه با فلسفه، و اصلا تو ابعاد مختلف زندگی قرار پیاده بشه. یعنی عرفان چیزی نیستش که قرار نیستش که من مثلا اتصال بگیرم برم بشینم توی غار، اصلا همچین چیزی نیست. نه یه سوال من اینه، شما گفتید که جنبه مذهبی نداره اما به هر حال جنبه معنوی داره. حلقه شما در عرفان حلقه مذهب شرط نیست، یعنی پیروان هر آیینی میتونن وارد این عرفان حلقه بشن. آیا اینطوری بود؟ یعنی خود آقای دکتر طاهری روی این مسئله شرطی نداشت یا همکارانش؟ بله درسته، هیچ شرط خاص وجود نداشت برای وارد شدن، به این دلیل که ما معتقدیم که اصلا اگر رحمانیتی هست، رحمانیت برای همه انسان هست، فارغ از اندیششون، فارغ از مذهبشون و فارغ از جنسیت و مسائل دیگه. خب حالا شما رفتید عضو حلقه شدید، چی کار میکردید؟ جمع میشدید؟ صحبت میکردید؟ سخنرانی داشتید؟ چطور بود کارتون؟ ببینید کلاس هایی که ما می رفتیم معمولا 4 ساعته بود. بعد مباحث مشخص هستش، یعنی کلاس هایی بود که مثلا ترم 1 آقای طاهری تو کلاسش این مباحث رو مطرح می کرد، مستر ما هم همون مباحث رو مطرح می کردن. اتصال ها معمولا یه بخش کوتاهی از کلاس ها رو می گیره، یعنی مثلا اگه 4 ساعت بود در کل شاید یه ربع به اتصال اختصاص داشت، بقیهش درس ها از طریق مستر منتقل میشه و بعد سوال ها پرسیده میشه. سوال هایی هم که پرسیده میشه دوباره مستر بر اساس آشنایی که داره با بینش هایی که خود، یعنی با بینش های آقای طاهری، بر اساس اون بینش ها جواب میده و هدف هم رفع تضاد هاست. حالا این تضاد چه میخواد با دین باشه، چه میخواد با افراد باشه، چه میخواد با خدا باشه، میخواد با هستی باشه. یعنی هدف این هستش که یک بخشی از کار برای رسیدن به صلح هستش، صلح با خود، با خدا، هستی و دیگران و رفع تضادها. بسیار خوب. چند نفر بودید شما در مجموع؟ همونطور که عرض کردم اون موقع کلاس ها قانونی بود، آقای طاهری اجازه تدریس نداشتن ولی مسترها اجازه تدریس داشتن و مثلا کلاسی که من میرفتم فکر میکنم نزدیک 150 نفر بودیم. یه سالن رو اجاره کرده بودن و اونجا کلاس برگزار میشد. و بیشتر جوان ها بودن یا افراد مسن بودن؟ من اون چیزی که تو کلاس دادم بیشتر واقعیتش جوان ها بودن، ولی جالبیش اینجا بود که قشر های مختلف، یعنی یه چیزی که شاید خیلی نظام و ترسون همین بود که آدم های مختلف با سلایق مختلف با اعتقادات مختلف دارن جذب میشن. یعنی این طوری نبود که بگید یه قشر خاص، یه گروه سنی خاص، من همه چیز همه تیپ اونجا می دیدم.
شما به دیدن آقای طاهری زندان نرفتید؟ متوجه انظورتون نشدم. نه، رفتید به زندان به دیدنشون؟ چون بعضی از مریداشون رفته بودن. زندان که کسی نمیتونست به آقای طاهری ببینه، ولی من خودم واقعیتش دوبار بیشتر آقای طاهری از نزدیک ندیدم. یک بارش تو نوروز 92 بود که ایشون 5 روز مرخصی بهشون دادن. ولی اگه منظورتون اینه که توی زندان طی بازجویی ها، خیر، من آقای طاهری ندیدم. چیکار تظاهرات میکردین شما؟ جای میرفتین میایستادین؟ چیکار میکردین؟ آره، من که کلن از به خاطر نتایجی که خودم دیده بودم و رو دیگران، و به خاطر میگم الان من واقعا اینجا اگه دارم صحبت میکنم، بحث دفاع از اندیشه آقای طاهری نیست. خب اندیشه رو من به این اندیشه یقین دارم و هر کسی که بخواد مطمئنم مستری دورورش هست و میتونه خیلی راحت آشنا بشه. من واقعیتش به خاطر ظلمی که داره در حق ایشون میشه و ایشون بیگناه بازداشت شده بود و بعد از تازه 3 سال 4 سال بازداشت، حکم اعدام و غیره، من یکی از کارهایی که داشتم میکردم فعالیت مدنی بود و شرکت در تجمعات بود. البته کارهای دیگه هم در کنارش بود. بله، من در توی تجمع شرکت کرده بودم جلوی اوین. شما هنوزم با اعضای حلقه در تماسید؟ یعنی هنوزم تماسهایی دارید؟ حالا نمیدونم جمع میشید یا اینترنت یا اسکایپ، به هر حال در تماس هستید با گروهتون؟ بله بله، در جریان اخبار که هستیم، در جریان اتفاقاتی که داره میافته هستیم. آرزو میکنم خانم سایی دوباره آقای دکتر طاهری آزادانه بیان و صحبتاشون رو بکنن، علاقمندانشون گوش بدن. متاع کفر و دین بی مشتری نیست و طبیعتاً یه عده ایشون رو دوست دارن، دلشون میخواد بشنن به صحبتاشون گوش بدن و این امر منحصر به ایشون هم نیست، خیلی های دیگه هم هستن. من اینجا دیدم دکتر هولاکویی وقتی سخنرانی داره واقعاً عده مشتاقانه میرن گوش میدن. این نشانه اینه که به هر حال همه ما آدم ها کمبودهایی داریم، روحمون خسته است از اون چه در سرزمینمون میگذره، ناراحتیم و گاه نیاز داریم یه صدایی جز صدای خودمون که جذابیت هم برای ما داره حرفایی بزنه و ما گوش بدیم، این روح سنگین شده رو سبک کنیم. ازتون سپاسگزارم و آرزو میکنم هر چه زودتر شاهد آزادی آقای دکتر طاهری باشیم. ممنونم. ممنون. من یه چیزی میتونم بگم اگه اجازه بدین؟ خواهش میکنم، بفرمایید. آقای طاهری تو سال 92 بعد از 2 سال بازداشتشون بهشون حدود 5 روز تا 6 روز مرخصی دادن. اونجا آقای طاهری برگشتن گفتن که از این به بعد برای من، یعنی در واقع من برای خودم رسالت دفاع از حقوق بشر رو تعیین میکنم و بحث عرفان به کناری میره. این فایل صوتیش هم موجود هستش. بعد از اینکه دوباره برگشتن داخل زندان، ایشون یه نامه دادن با آقای احمد شهید که این نامه خیلی هم درد سرساز شد بعد خانمشون بعد از این نامه بازداشت شدن. تو نامه آقای طاهری نداره از اندیشهش دفاع میکنه، نداره از شاگرداش دفاع میکنه، داره بحث کلیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران رو مطرح میکنه، بحث حقوق بشریش رو. این نامه 33 بند داره که خب به بحثایی میگم، یعنی فارغ از هر اندیشه ای داره مشکلات رو مطرح میکنه. پیرو اون نامه یه بحثی مطرح شد به اسم نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان. یعنی حرکت نمادین باعث شدش که بچه ها این نهضت رو راه بندازن و ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، میگم در حد خودمون کاری که داره کاری که میتونیم داریم انجام میدیم. یکی از این کارا بحث توییتر هستش. توییتر در ایران شناخته شده نیست، یعنی با اینکه یک ابزار بسیار قوی هست ولی متاسفانه شاید اونقدر شناخته شده نیست. ما یکی از کاری که داریم انجام میدیم تو بچهای خودمون شروع کردیم و با از طریق گروه تلگرامی که داریم، داریم توییتر رو آموزش میدیم و یه پیج درست کردیم که بچه اونو فالو کنن. داریم در طوفانهای توییتری زندانی مختلف شرکت میکنیم. برای آقای آرش صادقی شرکت کردیم، خانم نرگس محمدی، خانم زیبا زرگران، امروز برای آقای حمید بابایی بود که ما شرکت کردیم، برای آقای طاهری هم با امنستی در صحبت هستیم و یه زمانی قرار تایید بشه. ولی حرفم این هستش که واقعا فارغ از هر اندیشه ای، الان ما هممون تو یک موقعیت هستیم و میبینیم که قشرهای مختلف و با وجود هر اندیشه ای دارن مورد ظلم واقع میشن. پس من اینجا جا داره که از فعالین حقوق بشر تشکر کنم که تا به حال
واقعا با اینکه اندیشه آقای طاهری قبول نداشتم ولی از ایشون حمایت کردم، ولی میخوام بگم که شاید وقت این هستش که مثل کاری که طوفانی که برای خانم نرگس محمدی صورت گرفت بتونیم برای سایر زندانیان هم در کنار هم همچین کارهای متناوبا انجام بدیم. حتما، بسیار ممنونم ازتون خانم سایی عزیز. مرسی، متشکرم. مرسی، ممنون شما. خب حرف زندان میشه. یه خبری دیدم که بیش از آن چه نگران کننده باشه گویای واقعیت جمهوری اسلامی و زندانهاش، یعنی واقعا زندانهای جمهوری اسلامی، حالا منهای اون زندانیان عادی که برای چک و نمیدونم چاقو کشی و مواد مخدر و غیره به زندان میرن که موبایل هم دارن و پول هم خرج میکنن، ولی زندانیان سیاسی در شرایط بسیار بدی هستن. آقای اسقل جهانگیر رئیس سازمان زندانها از کاهش تمایل پزشکان در کار کردن در زندانها خبر داده و گفته بسیار نگران کننده است. گفته ریزش پزشک در زندانها میتواند خطرساز باشد و مشکلات جدی به همراه بیاورد. او کاهش تمایل پزشکان به کار در زندان را با اجرای طرح پزشک خانواده و تفاوت دستمزد پزشکان در داخل و بیرون از زندان ها مرتبط دانستند. بنده به این آقا میگم نه، داستان فقط این نیست. اجازه بدید من براتون چند مورد رو مثال بزنم. در زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه اونجایی که زندانیان سیاسی و اعدامی هستند، پزشک در برابر، اگر آدم انسانی باشه، در برابر یک فشار عاطفی و روانی قرار داره با آدم هایی که دچار بیماری هستند، دچار ترس هستند، اضطراب دارن، بیماری روحی دارن و درد دارن و او باید اینا رو معالجه بکنه و خبرش هم بهش میدن که این قرار سه روز دیگه اعدام بشه، چه حالی برای این دکتر باقی میگذاره؟ اوائل انقلاب یه پزشکی بود که رئیس بیمارستان رضا پهلوی شد، که حالا اسمش هم عوض کردن گذاشتن امام رضا تو تجریش، و این مدتی میبردنش تو زندان برای همین اعدامی ها، و بعد از دو سه هفته دچار حالت روحی شد که یک شب با من و احمد کسیلای نازنین زنده یاد بود زار زار عشق میریخ و میگفت من نمیدونم، من بیزارم. دکتر شیخ الاسلام زاده بردنشون تو، بعد به خاطر آشنایش با برادر آقای دکتر یزدی، خدا خیرش بده، اعدامش نکردم، ولی او رو که 100% اعدام میکردم. ولی چیزای این آدم در اونجا دید که وقتی اومد بیرون روانی شده بود، حالا مطب داشت کار میکرد ولی داغون بود، جدایی از همسرش، تمام اینا به خاطر اون ویرانی بود که در زندان نصیبش شد. پزشک زندان جمهوری ولایت فقیه پزشک عادی نیست، یا باید بیرحم باشه، احمدیوار، پزشک احمدیوار در زدن آمپول هوا و دادن سم استعداد و قابلیت داشته باشه، اون امید میرسیافی نازنین به خاطر این نوع پزشکان در اون فوان جوانی به قتل رسید، و همینطور اکبر محمدی و اینا کسایی هن، پزشکایی هن که وجدان رو فروختن، قسمشون رو فروختن، مثلا چیز دیگه شدن. اما اونهایی که شرافت دارن طبیعی حاضر نیستن در زندان جمهوری ولایت فقیه کار کنن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.